بهروز، سوال چند مخاطب عزیز میخواستم به چند نکته اقتصادی در مورد اقتصاد ایران در 1403 اشاره کنم که خیلی حائز اهمیت هستش. متاسفانه در جامعه ایران این گونه باب شده بود که اگر قیمت دلار بالا رفت همه چی بالا میره، یعنی اجاره بالا میره، قیمت مغازه بالا میره، قیمت مسکن بالا میره، قیمت تجهیزات بالا میره و متوجه این واضح نبودن که نوسان قیمت دلار، بالا رفتن قیمت دلار عملا باعث رکود بازار میشه. و زمانی که کسب و کار در داخل ایران در حال سبک سازی هست، بالا رفتن دلار دیگر تأثیر روی اجاره خونه شما نداره، چون شما نمیتونید اجاره مغازتون رو در زمانی که اقتصاد نیست بالا برید. ولی خب خیلی ها در یک رویایی هستن که کماکان وقتی ازشون میپرسی سرمایه‌تون چقدره، یک ماشین حساب در میارن، قیمت دلار رو حساب میکنن و قیمت دلاری میدن. اینها یک به حال دورانی بود که یک دهه گذشته تمام شد و اقتصاد ایران به سمت سبک سازی در حال حرکت کردن است. در مورد بورس پرسیدم، بورس ایران هم عملا یک واقعیت نیست، یک حباب، یک عدد، یک سری اعداد فیک. چرا؟ چون مثلا در بر صورت کدهای بورسی در داخل ایران چیزی حدود 700-800 تا کد بورسی هست که عملا اگر با بورس‌های جهانی نگاه کنیم، بورس‌های جهانی 1200-1300 کد بورسی دارن. در داخل ایران به خاطر اون جمع کردن نقدینگی و اون فسادی که دولت بر صورت ایجاد کرده بود و خواست ضررش رو از جیب مردم ایجاد به حال در بیاره، یک سری شرکت هایی که عملا بر صورت روز ضرر بودن اومدن در بورس خودشون رو عرضه کردن و عملا الان ببینیم حدود 700-800 تا کد بورسی هست که این کد بورسی باید برسه به 100-150 تا. برای همین در خیلی از کدهای بورسی عملا به حال ضرر بر صورت وجود داره، ریسکش بالاست و بعضی از کدهای بورسی هستن مثل پتروشیمی، اینا هم کسایی هستن که اصولا نه کسی میفروشتشون و طی بازی هایی با بالا پایین کردن قیمت ها بورس رو از دست مردم در میارن. الباقی بورس فیکه و نهایتا وقتی اقتصاد به سمت سبکسازی داره حرکت میکنه، این به هر حال شرکت ها عملا ورشکسته خواهند شد. در مورد قیمت دلار هم باید بگوییم که چرا گفتیم در سال 1403 قیمت دلار بین 42 تا 46 هزار تومان نوسان خواهد کرد. به خاطر این هستش که قوانین که در حال وضع شدن هست، قوانین پولشویی که در داخل ایران وضع کردن و 1403 اجرایی میشه و مالیات هایی که روی نقدینگی ها، روی ترانزکشن ها بر صورت ایجاد خواهند کرد، باعث خواهد شدش که تقاضا برای دلار پایین بیاد و دلار به عنوان یک کالای استراتژیک به خاطر اینکه بتوانن نبض بازار رو کنترل کنن، مقداری به دلار باید پایین بیاد. حالا پایین اومدن بین، هم گفتم بین 42 تا 45 هزار تومان ثابت خواهد شد و تورمی که در جامعه وجود داره برای جمع کردن بدهی ها هست. شما دارین میبینین قیمت نان رو بالا بردن، قیمت بنزین رو بالا خواهم برد، قیمت گاز رو بالا بردن و اولا ادارن بدهی ها رو به واسطه تورم جمع میکنن. دیگه نمیان به حال دلار رو، مثلا شما فکر میکنید دلار رو میکنن 100 هزار تومان به خاطر اقتصاد ایران، به قول معروف اقتصادش از نظر زیربنایی مشکل داره، دیگه این گونه نیست. اقتصاد ایران عملا داره وارد یک به حال اقتصاد جهانی میشه و این نوسانات دلار بازی ها رو در منطقه به هم خواهد زد. برای همین سیر قیمت دلار در سال 1403 یک سیر نزولی آهسته خواهد داشتش که نهایتا بین 42 تا 46 هزار تومان ثابت خواهد شد و این هزینه دولت به واسطه تورم ایجاد میشه. الان شما ببینید قیمت نان رو چگونه دارن بالا میبرن، قیمت کالاهای اساسی رو چگونه بالا میبرن و دیگر با این به حال سبد غذایی که برای مردم تعیین کردن، با این حجم گرانی ها عملا واردات کالاهای لوکس به داخل ایران کم و کمتر میشه و یک قشر خاصی هستن که مثلا میتونن آیفون، آی مک، لباس های برند و لوازم آرایشی و چیزایی که به صورت لوکس هستن در دنیا تهیه کنن. برای همین تقاضای دلار به شدت کاهش پیدا میکنه و دیگه برای اکثریت مردم اولویت میشه خورد و خوراک، نان، گوشت، مرغ، اینا رو که بتونن، تازه اینها هم به راحتی نمیتونن، به قول معروف متاسفانه دارم این واقعا باعث ناراحتی سر سفره خانوادهشون بر صورت تهیه کنن. برای این موضوع هستش که باید باور کنیم قیمت دلار دیگه اون رویا پردازی و این توهم فروشی هایی که در این پیج های اینستاگرامی هستش دیگه واقعیت نداره و دیگه
بالا رفتن حتی قیمت دلار هم که الان مثلا رسیده به 54-55 تومن تأثیری رو اجاره مغازه شما یا اجاره مسکن شما نداره، چون عملا دیگه مردم بودجهشو ندارن و با این ساخت و سازها که دارن چینی ها انجام میدن و در حاشیه شهرها هستش و به خاطر اون پیاده سازی شهرهای 15 دقیقه‌ای عملا ملک های اداری و تجاری در فاز اول کاهشی خواهند شد و ملک های مسکونی بالای 70 متر عملا رکود تورمی شاید در مرحله اول که از 3 سال شروع شده رکود تورمی دارن و بعد از اون رکود کاهشی دارن و وقتی که اقتصاد کشور داره به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت میکنه و الان بیش از 60% خریدها در تهران و 45% خریدها در کل ایران به واسطه اینترنت هست، دیگه معقولیت نداره که یه نفر بیاد مغازه بزنه، جنس بزنه، دکور بزنه، هزینه بده و به خاطر اون قوانین مالیاتی هم معقولیت نداره و این رقم هایی که اجاره ها دارن میگیرن بر صورت در مثلا یه مجتمع مثل مجتمع پایتخت یا بازار رضا یا خیلی از مرصورت جاهایی که فعلا بورس هست در آینده تعدیل خواهد شد و مشتری به دنبال قیمت پایین هست، آرش که فرق نمیکنه بره پایتخت خرید کنه یا بره بازار رضا خرید، دنبال قیمت پایین هست و کسی میتونه در این بازار بمونه که بتونه خدماتش رو با قیمت کمتر و برشا کوالیتی بهتر به مشتری ارائه بده. میگم این دوران که شما تصمیم اشتباه میگرفتین و تورم این تصمیمات شما رو جبران میکرد گذشت و الان بیش از 90% جامعه ایران که دارن کار میکنن دارن از جیب میخورن به امید فردا که دوباره قراره این تورم ها برگرده و مردم بر صورت دوباره احساس پولداری کنن. اون تورم ها هم به واسطه ای که شما به واسطه تورم روی ملک اومد روی زمین اومد و خیلی ها در داخل ایران به واسطه این تورم ها ثروتمند شدن، اقتصاد اینها رو ازشون پس خواهد گرفت و به این راحتی نیست. همین الان با یکی از دوستان هم اتفاقا صحبت میکردیم، یه ملکی هستش که جای خیلی لوکسی هم هست، حتی 35% 40% قیمت زیر قیمت هم بر صورت گذاشته کسی نخرید، طرف اومده میگه آقا 50% زیر قیمت اگر میدی من فردا صبح چکشو بنویسم و این یک واقعیتی هستش. اگر میتونید از بازار مسکن اگه به عنوان سرمایه‌تون هست نه به عنوان یک به حال هر یارش ایرانی نیازمند یک واحد مسکونی است برای به قول معروف اقامت خودش، ولی اگر دنبال سرمایه گذاری تو بازار مسکن هستین تلاش کنین خارج بشین، چون با ساخت و ساز در به حال حاشیه شهرها و اجاره های پایین به واسطه اون نظم نوین خیلی از مردم هم استقبال خواهند کرد، چون به هر صورت الان با این قیمت های اجاره خیلی ها از پسش بر نمیان و کسانی که به هر صورت درآمدشون از اجاره بود، از رهن بود، از به حال دلالی ملک میکردن جزء بازنده ها اصلا از سال 1403 این رو بیشتر لمس خواهند کرد. این چند نکته بودش خدمت شما عرض کنیم و یادتون باشه الان در جهان عملا ما داریم به سمت دوران عبور از اقتصاد و فرهنگ کربنی حرکت میکنیم و ضعف تقاضا در جهان زیاده، برای همین میبینیم مثلا خیلی ها حتی در بازار گرجستان، ترکیه، بازار ملک، ماشین عملا رکود پیدا کرده، در داخل ایران هم چنین اتفاقی رخ داده ولی خب خیلی ها باور نمیخوان بکنن، هنوز قیمت ماشین 2010-2011 در ایران قیمت مثلا ماشین 2023 هستش و اینها بزرگترین شوک رو سال دیگه بهشون وارد میشه و با آوردن ماشین های برسور دست دوم و ماشین های برقی تلاش میکنن که بر صورت بازار رو به سمت و سوی سند 20C هدایت کنن. این چند نکته بودش که باید توجه کنیم و باید این مهمترین المان هستش که متوجه بشیم که وقتی ما داریم میگیم پایان دوران کربن محور یعنی تمام چیزهایی که در گذشته مبتنی بر کربن بوده چه اقتصاد چه فرهنگ تغییر خواهد کرد و ما اقتصاد ما در ایران به سمت سبکسازی هدایت میشه. مثلا اگر توی طی 20 سال گذشته در یک مقوله به نام واردات بر فرض مثال ماشین لباسشویی 10,000 نفر وارد بودن، یعنی وارد این بازار شدن، الان باید برسن 5 نفر 6 نفر. این سیستم غلطی که از زمان احمدی نژاد به همه اجازه داد با یه دسته چک وارد بازار بشن رو از انواع اقسام کشورها جنس وارد کنن چون پول مفت در داخل ایران بود دیگه تموم شده، عملا هم کوچیک ها توسط اقتصادهای بزرگ خورده میشن و تاب آوری ندارن چون هزینه ها
هر روز بالا میره و درآمدها پایین میاد و این یک مقوله‌ای هست که باید بر صورت بهش توجه کنید و فعالیت‌های اقتصادیتون رو و سرمایه‌گذاری‌هاتون رو بر اساس نظم نوین و دو پایان دوران کربن محور برنامه‌ریزی کنید.